تو این فصل میخوایم راجع به روش های اتصال به لینوکس صحبت بکنیم. دو روش رایج به اتصال به لینوکس وجود داره. یکیش اینه که شما خب پشت سرورتونین یا پشت پی سی تونین، به صورت اینتراکتیو پشت کنسول سیستمتون میشینین و از طریق صفحه لاگین میکنید و حالا به شل یا گرافیک سیستم عاملتون دسترسی خواهید داشت، حالا اگر سرور که خب قطعا فقط به شلتون، و بعد وارد محیط شلتون میشید و اونجا از طریق کامندی که دارین به سیستم عاملتون دسترسی خواهید داشت. روش دوم که روش رایج‌تریه و اکثر اوقات ما ترجیحمون اینه که از این روش به OS وصل بشیم، شاید خب خیلی اوقات اصلا به سیستم دسترسی نداشته باشیم. از لحاظ فیزیکی روش ریموته که ما از راه دور سعی میکنیم به لینوکسمون متصل بشیم. پروتکل‌های مختلفی وجود داره برای این کار، حالا اینکه به ما دسترسی شل بدن یا دسترسی به شل متنی بدن یا دسترسی به شل گرافیکی بدن، روش های مختلفی برای این کار وجود داره. برای اتصال به روش برای اتصال به لینوکس از طریق روش شل متنی دو تا پروتکل رایج وجود داره که عملا یکی از اون پروتکل ها مرده است تقریبا، و یکی دیگرش که خب خیلی رایج تره پروتکل SSH هست. اون روشی که گفتم خیلی مرده است و دیگه تقریبا منسوخ شده، ولی خب بعضی جا هنوز واسه اتصال بعضی از دیوایس ها خاصی هنوز هم استفاده میشه. روش پروتکل تلنت که پروتکل ناامنی هم هست، چون اطلاعات کاملا به صورت کلیر تکست انتقال داده میشه و کسایی که تو مابین نتورک شما از کلاینتتون تا سرور قرار داشته باشن میتونن به راحتی یوزر پسورد شما رو ببینن، یا احیانا کاری که دارین روی سرورتون انجام میدین، یا بهتر بگم اطلاعات که این وسط داره از طریق کریر را انتقال داده میشه قابل کشف هست. منتها پروتکل SSH که اسمش هم حالا از سکیور شل اومده، همونطور که از اسمش برمیاد، خب یک مکانیزم کریپتوگرافی این وسط وجود داره. اطلاعات به صورت رمز شده از روی نتورک انتقال داده میشن که کار رو سخت بکنن برای کشف کردن اون اطلاعاتی که داره ما بین نتورک رد میشه. روش اول خب روش لوکال هست که حالا به اسم ویرچوال کنسول شناخته میشه. حالا این کنسول های مختلف هر کدومشون توی لینوکس یه فایلی دارن مثل چیزهای دیگه که تو شاخه استش دیو هم قرار دارن. حالا از استش دیو تی تی وای 1 شروع میشه تا تی تی وای 6 که به صورت دیفالت شما 6 تا تی تی وای دارین، ولی خب میتونین اینو بیشتر یا کمترش هم بکنه از طریق حالا دیمن گتی که وجود داره. شما از این طریق میتونید حالا وصل بشین و حالا اگر بخواید بین تی تی وای های مختلفتون هم سویش بکنید، میتونید کلید آلت رو نگه دارین. دیفالت شما تو تی تی وای 1 هستین، یعنی آلت و F1 رو بزنید میرید روی تی تی وای 1 هستین دیفالت، آلت و F2 بزنید میرید روی تی تی وای 2 3 4 5 تا 6 که عملا شما 6 تا تی تی وای دیفالت دارین. یه جور میتونید به عنوان مثلا دسکتاپ های مختلف ببینینش. حالا من اگر بیام توی لینوکس هم مثلا اینجا میزنم یوزر پسمو، خب لاگین میشم، آلت رو نگه میدارم، F2 رو میزنم، میرم توی تی تی وای 2. حالا اگر اینجا من کلید W رو بزنم میبینیم که میگه الان دو نفر از طریق کنسول تی تی وای لاگین هستن، تی تی وای 1 و تی تی وای 2 که حالا چون اسم تی تی وای هست نشون دهنده این که این دوتا کار بر اساس کنسول در ارتباطن. خب روش بعدی سودو ترمینال ها هستن که عمدتا توی محیط های گرافیکی حالا
از sudo استفاده میشه. sudo فایل های ترمینالش عملا توی شاخه /dev/pts1 هست و ترمینال دوم حالا بازم واسه گرافیک استفاده میشه /dev/pts2 به این صورت. البته شما اگر از راه دور هم ارتباط بگیرید، به صورت ریموت هم وصل بشید، مثلا به سرورتون SSH بزنید، اونجا هم باز هم تحت قالب sudo ترمینال به شما شل داده میشه که میتونید باز هم از طریق حالا کامند W ببینید که چه کسانی از طریق sudo ترمینال متصل هستن. خب از اونجایی که الان هدف ما از این فصل صحبت در رابطه با ارتباط از طریق SSH هست، میریم به سراغ SSH که سعی بکنیم که از طریق پروتکل SSH حالا به واسطه کلاینتی که داریم بهش متصل بشیم و بتونیم با لینوکسمون از طریق شبکه IP ارتباط برقرار بکنیم، به جای اینکه از صفحه کنسول یا اتصال فیزیکی بخوایم با لینوکسمون در ارتباط باشیم. برای اینکه شما بتونید از طریق پروتکل SSH به سرورتون متصل بشین، قطعا نیاز دارید که یک سرویسی برای ارائه سرویس SSH برای لینوکستون فعال باشه. یه پکیجی هست به اسم OpenSSH Server که به صورت دیفالت روی CentOS و RHEL 7 هست و رانینگ هم هست. حالا شما میتونید با کامند netstat -tlpn، حالا اگر پکیج نت تولز براتون نصب باشه میتونید ببینیدش. این نکته رو هم بگم، البته شما به صورت دیفالت احتمالاً این کامند رو ندارین، اگر netstat بزنید فکر میکنم کامند not found باید بهتون بده، برای اینکه netstat رو داشته باشه میتونید کامند yum install net-tools رو بزنید که بعدش بتونید به کامند netstat دسترسی داشته باشید. کامند netstat به شما نشون میده که الان شما روی سیستم عاملتون چه پروسس هایی وجود دارن که پورتی از شبکه رو باز کرده باشن و بخوان به آدم ها سرویس بدن. الان من به واسطه کامند netstat و آپشن T برای نمایش ارتباطات TCP L برای برنامه هایی که توی وضعیت لیسنینگ هستن و یه پورتیو باز کردن و دارن روش لیسن میکنن، P برای نمایش پروسس نیم ها یا اون حالا پروگرام نیم هایی که اینجا داریم که تو سطر اول و سطر سوم میبینید دیمن SSHD اونجا هست که داره سرویس SSH برای ما فراهم میکنه، N هم برای اینکه شماره پورت ها رو دقیقا به همون شماره عدد نیومریکشون به ما نشون بده و به جاش از اسم استفاده نکنه برای تبدیل اون شماره پورت به پروتکل نیمش. الان ما اینجا میبینیم که دو تا دیمن تو حافظه داریم، حالا اینجا داره به صورت 4 سطری نشون میده، دلیلش به خاطر اینکه دو تاش داره استک TCP IP ورژن 4 نشون میده، دو تا دیگه اش هم برای نمایش استک TCP IP V6 به ما نشون میده. اینو دیمن SSHD داره روی استک IPv4 و IPv6 روی پورت 22 اگر اینجا دقت بکنید داره گوش میده که سرویس SSH به صورت دیفالت روی پورت TCP 22 کار میکنه که ما میتونیم از طریق TCP 22 به این سرویس متصل بشیم. این بالای 4 تا صفر، 4 صفر معنی گوش دادن روی تمام IP هایی هستش که روی OS تون دارین. الان مثلا پایین ترش داریم میبینید سرویس مستر که حالا همون پوست فیکس همون هست که داره میخواد به ما سرویس میل بده، داره فقط روی IP 127.0.0.1 یا همون IP لوکال ماشینمون گوش میده، به معنی که از راه دور کسی نمیتونه به این پورت متصل بشه، ولی عملا ما بایندینگ هایی که داریم که حالا یا روی 4 صفر هستن یا روی IP هستن که درون شبکه همون روتبل هست، این امکان رو فراهم میکنن که کاربرانمون بتونن از راه دور به این پورت اگر فایروالی مسیر رو فیلتر نکرده باشه، حالا چه فایروال لوکال خود OS همون باشه و چه فایروالایی که حالا به صورت تجهیزات سخت افزاری تو شبکه ما وجود دارن فیلتر نکرده باشن، میتونیم این ارتباط رو برقرار بکنیم.
حالا من برای اینکه بتونم به سرویس SSHD هم متصل بشم، الان خب اینجا مطمئن شدم که دیمن یا همون سرویس SSHD من توی حافظه هست و در حال کار کردنه و این سرویس وجود داره. حالا نیاز هستش که من از طریق یک کلاینتی بتونم به این پورت وصل بشم. حالا قبل از اینکه این کارو بکنم، قبلش چک میکنم که ببینم که الان لینوکس من آی پی آدرسش چیه که بتونم بهش متصل بشم. از طریق کامند آی پی ادرس شو، این سه کلمه با از هم فاصله دارن، میتونم چک بکنم که الان کامپیوتر من آی پیش چیه. تو این قسمت میبینید که آی پی من هست 192.168.127. از روی ماشین هستم چک میکنم که ببینم این آی پی رو میتونم ببینم یا نه. بله، من پینگش رو دارم، پس باید بتونم پورت 22 هم ببینم. تلنت 192.168.127 پورت 22. از این طریق چک میکنم که ببینم پورت 22 رو میتونم ببینم یا نه. از طریق کاراکتر براکت بسته و کیو بالام نوشته اسکیپ کاراکتر از کنترل پلاس اسکوئر براکت، من کیو رو میزنم و خارج میشم. خب از این طریق من چک کردم که پورت 22 رو میتونم ببینم به واسطه حالا ابزار تلنت کلاینت. خب من میام کلاینت پوتی رو، یا حالا به درست بگیم پاتی، از اینترنت دانلود میکنم. خب میام اینجا، حالا بسته به اینکه ویندوزم 64 بیت یا 32 بیت اون ورژنی که نیاز دارم رو دانلود میکنم. حالا من از قبل این ورژن رو دانلود کردم و از منوی استارت هم لودش میکنم. خب آی پی ما خب قبلا که سیف کرده بودم، حالا آی پی رو اینجا وارد میکنیم 192.168.127. پورت هم رو مطمئن میشم که روی 22 باشه. حالا اگر پورت دیمن SSHD مون رو عوض بکنیم، که اصلا توصیه هم میشه شما پورت دیفالت SSH تون رو عوض بکنید، پورت رو اینجا عوض میکنم و مطمئن هم میشم که کانکشن تایپ هم روی پروتکل SSH هست. اوپن رو میزنم، لاگین از و پسورد. خب از این به بعد ما دیگه تو کلاسمون برای راحتی اتصال از برنامه پاتی استفاده میکنیم و از طریق پروتکل SSH وصل میشیم به لینوکس. الان من اینجا اگر کلید W رو بزنم متصل بشم، شما میبینید که یوزر روت از طریق PTS/4 از آی پی 192.168.150 که آی پی کامپیوتر خود من هست. حالا من اگر اینجا ویندوز هم آی پی کانفیگی بگیرم برای اینکه راحت هم بتونیم ببینیم، پایپ مور میزنم تهش، میبینید که آی پی کامپیوتر من 192.168.150 هست، یا همون کامپیوتری که کامپیوتر میزبان منه، وصل شده به این وی ام ویر هم که تونستم اینجا از طریق آی پی باش ارتباط برقرار بکنم به این صورت. حالا خود برنامه SSHD فایل تنظیماتش توی شاخه ETC SSHD مزد بخواهم SSH SSHD underline config هست که شما اینجا میتونید کانفیگ برنامه SSHD رو چک بکنید یا اگر دوست داشته باشید عوضش بکنید. الان مثلا سطر پورت کامنت شده و دیفالتش هم 22 هست. من اگر دوست داشته باشم پورت دیفالت SSH هم رو عوض بکنم، میتونم بیام اینجا بگم مثلا 22.0.22، یا مثلا اینجا قسمت لیسن ادرس میبینید که یه لیسن ادرس 4 تا 0 داریم، یه لیسن ادرس کلون کلون داریم که همون 16 بایت 0 هست تو فرم، توی فرم هگز که نمایشنده آدرس آی پی وی 6 همه. از اونجایی که من توی شبکه خودم آی پی وی 6 راوتینگ ندارم، دوست دارم که فقط لیسنینگ اس اس اچ من روی استک آی پی وی 4 باشه. وقتی من فقط لیسن ادرس 4 تا 0 رو کامنت میکنم و وقتی دیگه جفتشون با هم کامنت نباشن، اتفاقی که میفته این میشه که SSH فقط میاد دیگه روی IPv4 گوش میده. ولی اگر
لیسن ادرس کلون کلون رو هم فعال بکنم، اگر بعدم شما تو شبکتون IPv6 هم داشته باشین و روی لینوکستون هم یا IPv6 ست بکنید، میتونید روی IPv6 هم این سرویس رو به مشترکینتون بدین. از اونجایی که من تو شبکه هم IPv6 ندارم، این تیکر رو کامنت میکنم که فقط SSH روی استک IPv4 من فعال باشه. پارامترهای دیگه ای که میتونه جالب باشه، یوز دی ان اس رو حتما نو بکنید. این باعث میشه که اون تأخیری که بین وارد کردن یوزر پسوردتون هست به خاطر ریورس لوکاپ که از آی پی تون انجام میده، سعی میکنه آی پی رو تبدیل به دامنه بکنه، این تأخیر برداشته میشه و باعث میشه شما سریعتر بتونید وصل بشین. یه پرمیت روت لاگین هم هست، نکته جالبیه. پرمیت روت لاگین دیفالتش یسه، به شما این اجازه رو میده که شما بگین که آیا میخواین به یوزر روت اجازه دسترسی از طریق SSH بدید یا نه. بهتره که این رو یا غیر فعال بکنید یا حداقل بگین که یوزر روت از طریق پسورد نتونه وصل بشه. این باعث میشه که اتصال به لینوکستون خیلی امن‌تر بشه، چرا که وقتی شما روی سرورتون یا آی پی پابلیکی داشته باشین، کسانی اگر بخوان لینوکس شما رو هک بکنن یا سعی بکنن پسورد شما رو کشف بکنن، از اونجایی که میدونن یوزر روت یوزر های پریویلیج توی سیستم هست، سعی میکنم عمدتا با یوزر روت پسوردتون رو بوت فورس بکنن که شما با نو کردن این آپشن، یعنی عملا جلوی لاگین شدن از طریق یوزر روت رو میگیرین، که این واسه میشه خیلی اوضاع امنیتتون بهتر بشه. حالا سوال پیش میاد، خب اگه ما جلوی لاگین شدن یوزر روت رو بگیم خودمون چجوری بسشیم؟ جوابش خیلی ساده است، میتونید یه یوزری درست بکنین برای خودتون، حالا هرچی بی ربط بهتر، هرچی سخت‌تر بازم بهتر، یه یوزری که نشه حداقل حدسش زد با یه پسورد سفت و سخت، با اون یوزر لاگین بکنین و بعد از اینکه لاگین شدین مثلا حالا یوزرتون رو به یوزر روت مثلا اسکیل بکنین که اینجوری اوضاع امنیتیتون بهتر باشه، یا اینکه نه مثلا این کار براتون سخته، میتونیم به اینکه یوزر روت با پسورد لاگین نکنه که حداقل بروت فورس پسورد شاید بشه یه جوری مثلا پسوردتون رو بزنن، میتونیم مثلا یه کاری بکنید که آدمه بخواد لاگین بشه با سرتیفیکیت این کار رو بکنه، که حالا تو همین فصل در مورد سرتیفیکیت بیس آتنتیکیشن صحبت خواهیم کرد. خب من همین آپشن رو به این صورت میذارم باشه، بعد پورت 22022 انجام بدم. یه کانفیگ جالبی هم داریم، حالا من اینجا پیداش نمیکنم، حالا اگر پیدا نشد توی SSHD underline کانفیگ میتونیم پیدا کنیم یه منوال. خب من اینو سیو میکنم تو من SSHD underline config. ما یه سری آپشن جالب داریم، مثلا allow groups، شما میتونید از طریق آپشن allow groups یه گروه های خاصی رو فقط مجاز بکنید که بتونن SSH بزنن، یا مثلا با allow users مثلا فقط یه یوزر های خاصی رو مجاز بکنید، نه اینکه هر یوزری که بیاد پسوردش رو درست بزنه بتونه SSH بزنه، از این طریق هم میتونید محدودش بکنید. آپشن های دیگه که حتی همه اینا رو میشه بهشون یه نگاهی انداخت، من حالا خیلی سریع دارم اونایی که پر کار بردن رو بهتون میگم و شما حالا میتونید خودتون بعدا یه وقتی بذارین نگاهی بندازین به فایل SSHD_config، فایل منوالش رو نگاه بندازین، آپشن هایی که جالبه براتون رو فعال بکنید. یه بنر داریم، میتونین وقتی یه یوزری داره SSH میزنه اون بنر رو بهش نشون بدین، مثلا بگین که شما دارین به سرور فلان وصل میشین که وقت اشتباهی به یه جایی وصل نشین، یه کامند اشتباهی رو بزنین همونجا تو بنر هم نشون بدین به آدمه کجا داره وصل میشه. صرفا فقط یه جنبه نمایشی و متنی داره، کار خاصی نمیکنه. دینای گروپس و دینای یوزرز هم مشخصه،
دقیقا عکسمون حالت اولیه که گفتم میخواین همه گروه ها رو مجاز بکنین، حالا مثلا یه گروه هایی رو میخواین بین که اینا حق ندارن، یعنی یوزر هایی که عضو این گروه هستن حق ندارن مثلا متصل بشن، یا مثلا دینا یوزرز همه یوزر رو حق دارن بشن به جز این یوزر هایی که من میگم. یه آپشن جالبی هم داریم به اسم فورس کامند. فورس کامند شما میتونین مجبور کنید که یه یوزر فقط بتونه کامند خاصی رو اجرا بکنه. مثلا فرض بکنید که بعدا میخواین این امکان رو فراهم بکنید که یه بکاپ یوزری داشته باشین و این بکاپ یوزر ارزان به خدمتتون که فقط قراره یه کامندی رو بزنه که بکاپ بگیره نه چیز بیشتر، میان اون کامندش رو توی فورس کامند براش تعریف میکنین، یا میتونید توی هوم اون یوزر توی شاخه .ssh که یه فایل هیدنی هست یه فایل rc بسازین و اونجا این تنظیم رو ست بکنید. لیسن ادرس رو که صحبت کردیم در موردش، شماره پورت رو هم که دیدیم، توی پروتکل میتونید مشخص بکنید که SSH رو میخواید روی ورژن 2 یا ورژن 1 ست بکنید، حالا اگر 1 و 2 بزنید هم که جفتش اینیبل میشه. با یوز پم اگر دوست داشته باشید میتونید پلاگبل اتنتیکیشن ماجول های دیگه غیر از مثلا مدل یوزر پسورد لوکال سیستمتون اگه بخواید اتنتیکیت بکنید میتونید فعال بکنید. به عنوان تمرین میتونید برید دنبال سرویس این که فیچر گوگل اتنتیکیتور رو روی SSHتون راه بندازین. گوگل یه سرویس داره به اسم گوگل اتنتیکیتور، حتی یه اپی هم داره چه روی iOS و چه روی اندروید نصب میشه که شما میتونین برای خودتون وان تایم پسورد یا رمز یه بار مصرف رو بندازین که اونجا به شما یه QR کدی میده، با گوشیتون میتونین از اون QR عکس بگیرین، بعد برای شما هر بار یه پسوردی جنریت میکنه، یه پسورد 6 رقمی یه چیز عددیه، بعد شما میتونید برید تو اینترنت سرچ بکنید که چطوری میتونین گوگل اتنتیکیتور رو با برنامه SSHD تون از طریق پم اینتگرش بکنین که از این به بعد هر موقع میخواین لاگین بشین جدایی از یوزر پسی که باید میکنین اون OTP یا اون رمز یه بار مصرفی هم که روی گوشیتون به شما میده رو بتونین وارد بکنین و به لینوکستون وصل بشه. خب خیلی پروازهه که این مطلب میتونه خیلی روی امنیت شما تاثیر داشته باشه توی این مایه ها که حتی اگر پسورد شما هم لو بره باز هم اون یک بار اون رمز یه بار مصرفی که هر بار عوض میشه میتونه شما رو نجاتتون بده به این صورت. خب حالا من تنظیمم رو روی etc/ssh config زدم، جدای از این که حالا پورت رو عوض کردم و لیسن ادرسم رو عوض کردم، منتها این تنظیمات اعمال نمیشه تا وقتی اینکه شما به برنامه SSHD که داره براتون سرویس SSH رو سرو میکنه روی سرورتون ازش بخواین که یه بار کانفیگش رو مجددا از نو بخونه. حالا من از طریق کامند سیستم CTL ریستارت SSHD از کامند SSHD میخوام که یه دفعه دیمنش رو ریستارت بکنه و به صورت ضمنی کانفیگش رو از نو بخونه. الان که میبینیم که توی پروسه ریستارت شدن دیمن SSHD یه خطای اتفاق افتاده، خودش میگه که با سیستم CTL SSHD یا حالا کامند جورنال CTL که حالا جزء فصل آخر این درسمون هست میتونیم بررسی بکنیم. حالا من یه لحظه چک میکنم ببینم که چه اتفاقی افتاده. PID file not readable after start. خب میگه که
حالا فعلا این کامندی که زدم هدفم آموزشش این نیست، ما توی فصل جداگانه در مورد این مطلب حسابی صحبت میکنیم، ولی مشکلی که الان پیش اومده اینه که من نمیتونم به پورت 22022 گوش بدم بخاطر اینکه پرمیشنش رو یا اون مجوزش رو ندارم. توی لینوکس یه سیستم امنیتی به صورت پیش‌فرض وجود داره به اسم SE Linux یا Security Enhanced Linux که با Get Enforced میتونید ببینید اون تو چه وضعیتیه که الان توی وضعیت Enforcing و داره پالیسیاش رو اعمال میکنه. واقعیت اینه که ما در مورد SE Linux تو دورهای حرفه‌ای Linux صحبت میکنیم و الان نمیخوام در مورد SE Linux بهتون توضیح بدم، ولی فعلا به عنوان یه ورکراندی که مطلب رو دورش بزنیم و مشکلمون رو حل بکنیم از SE Linux می‌خوایم که اون سیاست‌های امنیتی که داره رو اعمال نکنه. با کامند SE Linux فاصله صفر من این کارو می‌کنم. معذرت می‌خوام. set enforce صفر این کارو می‌کنم و الان اگر get enforce بکنیم توی مود پرمیسیوه که به ما مجوز میده که هر کاری که میخوایم بکنیم. برای اینکه دفعه بعد لینوکسمون رو ریبوت میکنیم دو مرتبه SE Linux سیاست های امنیتیش رو اعمال نکنه و مزاحممون نشه فعلا تا وقتی که نمیدونیم چیه، توی شاخه /etc/selinux/config من SE Linux رو که مساوی انفورسینگ از مود انفورسینگ خارج میکنم و مود پرمیسیو رو روش اعمال میکنم. این باعث میشه دفعه بعد که لینوکس هم ریبوت کردم بازم SE Linux تو مود پرمیسیو بیاد بالا که سیاست های امنیتیش فعلا مزاحم من نشه. سیستم CTL ریستارت SSHD. خب برنامه SSH ریستارت شد. الان من اگه نتستد TLPN بگیرم شما میبینید که برنامه SSHD این بار فقط روی استک IPv4 و روی پورت 22022 گوش میده که من میتونم از این بعد از طریق پورت 22022 به لینوکس هم متصل بشم. سشن جدید باز میکنم. خب این بار دیگه از طریق پورت 22 من نمیتونم وصلشم، اگه بخوام وصلشم باید با پورت 22022 متصل بشم. الان من اگه W بزنم میبینم که من دو تا سشن PTS باز دارم، PTS 4 و PTS 5 که PTS 5 همین سشن منه، PTS 4 هم همین قبلی است. من با کنترل D لاگ اوتش میکنم. الان اگه دو مرتبه W بزنم میبینیم که PTS 4 حذف شده به این صورت. خب یکی دیگه از سرویس های جالبی که ما میتونیم از طریق پروتکل SSH داشته باشیم Secure Copy هست یا همون SCP که ما میتونیم از طریق این پروتکل SSH به لینوکسمون فایل کپی کنیم، حالا چه فایل بهش آپلود کنیم چه فایل ازش دانلود کنیم. برای اینکه این کار از روی لینوکس انجام بدیم یه ابزاری داریم به اسم SCP که شما میتونید از همین لینوکس خودتون به یه لینوکس دیگه یا حالا هر جای دیگه که SSH سرور دارین بتونین فایل رو از طریق نتورک کپی بکنین یا فایل بردارین. اگر همین کار رو بخواین از رو ویندوز انجام بدین به این لینوکستون یه برنامه هست به اسم WinSCP که میتونید از اینترنت دانلود کنید. از بخش دانلودش که الان هستیم دانلود WinSCP رو میزنیم و میریم برای دانلود. خب این installation package. خب اینم direct دانلودش رو میزنم که بتونم دانلودش کنم. خب اینجا داره دانلود میشه. من این ورژن رو قبلا دانلود کردم و نصب کردم. اینجا WinSCP رو باز میکنم، IP ما میزنم 192.168.1.127، پورتش رو چون پورت SSHمون عوض کردیم گذاشتیم رو 22022، من اینجا پورتش رو 22022 میکنم. یوزرنیم و پسوردم رو وارد میکنم و به لینوکس هم وصل میشم. yes. خب الان من اینجا این سمت هوم یوزر روتم رو دارم،
و این برم کامپیوتر خودم رو دارم. خب مثلا میتونم بیام فایل تست دو که روی لینوکس هم بود و کپیش کنم توی ویندوز به این راحتی. اوکی رو میزنم و از روی لینوکس هم دانلود میکنم. الان فایل اومده اینجا تست دو. یا مثلا اینکه از اینجا یه فایل رو آپلود بکنم به لینوکس هم. این فایل 10pptx. الان من اگه بیام اینجا ls بزنم این فایل 10pptx رو میبینید که اینجا آپلود شده، که میگه که یه فایل مایکروسافت پاورپوینت هست. خب اگرم بخوام اینجا پتم رو عوض بکنم رو همین آدرس بالا، یه دابل کلیک میکنم میگم مثلا الان میخوام اسلش تمپ رو ببینم، اینجا فایل اسلش تمپ رو به من نشون میده. و اینجا هم اگر بخوام سمت ویندوزم رو عوض بکنم برم جای دیگه، اونجا دابل کلیک میکنم و اینجا میتونم مسیرم رو عوض بکنم. مثلا میگم دسکتاپ. اوکی به این صورت. این هم از وین اسسیپی. حالا اگه بخوام بین چند تا لینوکس فایل کپی کنم از طریق کامند اسسیپی، بذارید این سرورم رو خاموش کنم، از این سرورم یک کپی بگیرم، بعد بشن دو تا لینوکس بین دو تا فایل مثلا جا بجا بکنیم. میگیم اینجا سیستم سیتی پاور آف که لینوکسمون رو خاموش کنیم. خب این لینوکسمون خاموش شد، من میام روی VMware اینجا رایت کلیک میکنم، میام قسمت منیج، میام کلون میزنم و از لینوکسم یه کپی میگیرم. حالا میتونیم اینم لینک کلونش کنیم، تغییراتش رو فقط ببره. خب اوکی، خب تمام شد. خب ماشین دوم روشن میکنیم، ماشین اول رو هم همینطور. الان جفت سرورهای من بالا اومدن، عیناً همون تنظیمات رو داره. ماشین دوم هم همینطور. آی پی هاشون رو چک میکنم ببینم هر کدوم چه آی پی گرفتن، چون الان تو وضعیت از دید VMware تو مود نتن و هر کدومشون هم IP آدرسشون رو مود DHCPه، از DHCP سرور خود VMware IP میگیرن. الان ماشین یک من IP نگرفته، ماشین دوم من چطور؟ اون 127 هست. برای اینکه فعلا فقط راش بندازم میسید کامند میزنم، فعلا اصلا هدفم صحبت در مورد اون کامند تو این فصل نیست، فقط هدفم اینه که IP connectivity شو اوکی بکنم و بعد ادامه بدیم بحث رو. این
ماشینم IP شد 92.61.28، دومی هم که 127. چک میکنم که هم دیگه بتونن ببینن، که بعد بتونن ببینن 127. اون طرف هم پینگ 92.61.28. خب جفتشون میبینن هم. خب حالا فرضاً من میخوام فایل نیمز دی بی رو کپی بکنم به لینوکس دومم. خب اون لینوکس دومم آی پی 192.168.127، میام کامند scp رو میزنم، میگم که فایل نیمز دی بی به سرور 192.168.127 متصل شو و توی هوم یوزر روتش این فایل رو کپی کن. از اونجایی که من پورت SSH رو عوض کردم، با آپشن داش پی بزرگ پورت 22.0.22 رو بهش معرفی میکنم. از اونجایی که من خودم الان یوزری که باش لاگینم یوزر روت هست، پس با یوزر روت به سرور 192.168.127 وصل میشم. اگر بخوام با یه یوزر دیگه ای وصل بشم، مثلا حالا چه میدونم همون روت هم بازم بخوام به صورت صریحا بگم با همین یوزر لاگین شو، اول آی پیش روت @sign رو اضافه میکنم که بگم که از سرور لوکال من این فایل رو بردار، با یوزر روت به آی پی 192.168.127 وصل شو و بعد اینکه حالا متصل شدی فایل نیمز دی بی رو کپی کن به استش روت. یس، پسورد سرور مقصد رو میزنم و فایل من کپی میشه. حالا اگه بخوام از این لینوکس هم وصل بشم به سرور دومم، میتونم همینجا از ابزار SSH client استفاده بکنم و بگم با پورت 22.0.22 متصل شو، با یوزر روت assign 192.168.127 پسورد. خب اینجا من الان روی سرور دومم هستم که IPش 192.168.127 هست. الان اینجا اگر LL بگیرم شما میبینید فایل names.db اینجا هم هست. حالا مثلا یه فایلی درست بکنم مثل test file، یا همین درمون scp میکنم test file رو از اینجا به اون طرف پورت رو باید قبلش بگم. میتونم این 22.0.22 رو به آپشن هم بچسبونم به یوزر، حالا این دفعه روت رو نمیگم، 192.168.128 پورت 22.0.22 که گفته شده به هوم یوزر روت، یا مثلا بگم به استش تمپش مثلا کپی کن. yes. خب من از این سشن SSHی که وصلم لاگ اوت میکنم به زدن کنترل دی، برمیگردم به سرور خودم cd/temp ll cat test file و اینجا میبینیم که فایل test file اینجا انتقال داده شده. این هم از secure copy. حالا بحث بعدیمون در رابطه با certificate based authentication بود که من بخوام برای اینکه به لینوکس هم وصل بشم و از طریق سرتیفیکیت لاگین بشم به چه صورته. اگر بخوام این کار رو از طریق ویندوز به لینوکس انجام بدم، باید یه ابزاری از اینترنت دانلود کنم به اسم پاتیجن، که میرم تو گوگل میزنم دانلود پاتیجن، به این لینک لینک دانلودش اینجاست. خب من میتونم این نسخه MSIش رو نصب بکنیم، حالا همراه با پوتی که نصب میکنه پاتیجن هم برای ما نصب میشه، که من این کار رو قبلا انجام دادم. بله، میتونیم این MSI رو دانلود کنیم یا این اینستالر رو، نسخه 64 بیتیش رو،
و بعد عرضم به خدمت که بعد از اینکه اینو نصب بکنی، پاتی جن هم در کنار پاتی براتون نصب میشه. حالا من چون این کارو قبلا کردم، میام برنامه پاتی جن رو باز میکنم. خب یه صفحه برای من باز میشه که اینجا قرار هستش که برای من یک کلید پابلیک و یک کلید پرایوت بسازه، یک کلید عمومی و یک کلید خصوصی. البته از اسمش هم معلومه، کلید خصوصی رو من پیش خودم نگه میدارم، کلید پابلیک هم روی سرور کپی میکنم که بعداً اگر خواستم خودم بهش وصل شم از طریق کلید خصوصیم بتونم به اون سرور متصل بشم. برای این کار میام روی پنجره‌ای که باز شده دکمه جنریت رو میزنم، برای اینکه برام کلید پرایوت رو درست بکنه یه جوری که برای خودم باشه و خیلی رندوم اینو جنریت نشه، میگه که تو این صفحه موس رو بچرخونم که بر اساس این پترنی که دارم موسمو میچرخونم بیاد برای من این سری اعداد رندومی رو جنریت بکنه که بتونه یه کلید پرایوتی رو برام بسازه. خب کلید پرایوت رو برای من ساخت، این کلید پابلیک منه، من میتونم اینو کپی بکنم ببرم روی سرور قرار بدم که بتونم با کلید پرایوت خودم متصل بشم. از طریق دکمه های سیف پرایوت کی و سیف پابلیک کی هم میتونم کلید پابلیک و پرایوت خودم رو توی یه جای امن توی سیستم خودم سیفش بکنم. خوب هستش که خوب که چرس کنم، خیلی مهمه که شما وقتی دارید پس کلید پرایوتتون رو سیو میکنید حتما روش یه پس فریز بزنید، یه رمز بزنید روی کلید پرایوتتون که اگه به هر دلیلی فایل پرایوت شما لو رفت، این پس فریزتون نجاتتون بده. پس فریز برای اینه که شما هر جایی بخواین از کلید پرایوتتون استفاده بکنید بلافاصله ازتون میخواد که پس فریز رو هم وارد بکنید، که خوبه که شما که اگر دارید سرتیفیکیت بیس اتنتیکیشن رو روی لینوکستون فعال میکنید حتما روی کلید پرایوتتون یه پس فریز داشته باشین که وقتی میخواییم با سرتیفیکیت لاگین بکنید حتما پس فریز کلید پرایوتتون رو هم وارد بکنید. در غیر این صورت شما به محض اینکه پرایوت کیتون رو بدین، یعنی یه فایلیه شما اونجا بروز میکنید مسیر رو بهش میدین، بلافاصله وصل میشین به لینوکستون، دیگه پسورد وارد نمیکنید. بخاطر همین قضیه جدایی از اینکه حالا خود سرتیفیکیت خیلی امن میکنه اتصال شما رو، چون الان پرایوت کی شما یه پرایوت کی 2048 بیتیه، یعنی انگار که شما مثلا یه پسورد خیلی خیلی طولانی رو انتخاب کردین برای لاگین شدن به لینوکستون. هرچند که این سرتیفیکیت خیلی لاگین شدنتون رو به لینوکستون امن میکنه، ولی به همون اندازه اگر کلیدتون لو بره خیلی هم ریسک بالایی براتون ایجاد میکنه. برای همین خیلی مهمه که روی کی پس فریزتون حتما یه پسورد خیلی سیفی رو انتخاب بکنید. سیف پرایویت کیمو میزنم. حالا برای فعلا تست اینو میزنم رو دسکتاپم. اسمش رو میزنم پرایویت و سیف پابلیک. خب حالا این پابلیک کیمو کپی میکنم میبرم روی لینوکس هم میذارم، با پاتی این بار وصل میشم. پورت 2302 خب برای اینکه بتونم با یوزر روت هم از طریق سرتیفیکیت لاگین بکنم، اینجا میام توی شاخه .ssh و اینجا من یه فایلی درست میکنم حتما به همین اسم authorized underline keys و اینجا کلید پابلیکم رو پیست میکنم. میتونم اینجا روش یه کامنتی هم بذارم بگم مثلا این حمید امامیه. باید حواستون باشه این حمید امام، اون کامنتی که تای کلیدتون اضافه میکنین حتما باید با این هش کلید عمومیتون یه اسپیس فاصله داشته باشه. خب سیوش میکنیم.
حالا میخوام این بار با کلیدم لاگین کنم. میام پارتی رو باز میکنم. سند 268127 یوزرمو همینجا هم میتونم بگم، میگم با یوزر روت لاگین کن. SSH میام تیکه آت بروز رو میزنم، میگم دسکتاپ مای کیز و پرایوت همو کلید پرایوت همو بهش میدم. یه جایی من پورت رو عوض نکردم از 22 به 22 به 22 به خاطر همین بس نشد. دو مرتبه پاتی اینجا پورت رو میکنم 22 22، میخوام اینو سیوش میکنم که همیشه باشه. آت براوز و پرایوت کی. خب یوزرمو میگم روت. اینجا دیگه نیاز نیست من پسورد یوزر روت رو وارد بکنم چون دارم با کلید پرایوت هم لاگین میشم. اینجا به من میگه که پسفریز تو برای کلید پرایوتی که داری وارد کن. اگر نداشتم همین یوزر روت رو میزدم انتر میکردم بلافاصله میافتادم توی شل لینوکسم، ولی اینجا الان من باید چون از پرایوت کی هم دارم استفاده میکنم پسفریز پرایوت کی هم رو وارد بکنم. الان من به لینوکس هم متصل شدم. خب این روشی بودش که ما برای اتصال به از ویندوز به لینوکس استفاده میکنم. حالا اگه بخوایم رو لینوکسمون یه دونه کلید برای خودمون درست بکنیم بعد اونو کپی بکنیم روی سرور دوم بعد از اینجا بس بشیم، میتونیم از طریق کامند ssh dash keygen این کار رو بکنیم. من با یوزر روت هستم، انتر میکنم، میگه که کلید پرایوت تو کجا باید بسازم. میگم که تو همین استش روت دات اس اس اچ استش آی دی اون جنرال آر اس ای بساز. میگه پسفریز میخوای، اینجا حالا مثلا میخوام پسفریز باید نکنم، انتر میزنم، دو مرتبه انتر میزنم، کلید منو میسازه توی شاخه هوم خودم، شاخه اس اس اچ. اینجا اگر دقت بکنید میبینید که یه فایل آی دی اندرلاین آر اس ای و آی دی اندرلاین آر اس ای دات پاپ هست. این کلید پرایوت منه، این هم کلید پابلیک منه. حالا برای اینکه من به سرور دومم وصلشم یه راه اینه که من همین فایل آی دی اندرلاین آر اس ای دات پاپ رو، پابلیک رو، اینو کپی کنم، این متن رو ببرم رو لینوکس دومم، اونجا پیستش کنم و بعد SSH بهش بزنم. یه راه دیگه هم اینه که از طریق SSH dash copy ID این کار رو انجام بدم که میگم SSH copy ID به صورت دیفالت همین کلید پابلیک من که اسمش ID underline rsa.pop هست رو انتقال میده. اگر چند تا کلید ساختین به یه اسم دیگه میتونید با آپشن dash I اون کلید رو معرفی بکنی که براتون انتقال بده. حالا من چون اسم دیفالت هم یعنی ID underline rsa.pop بهش نگم خودش میره همین فایل رو برمیداره. میگم که به پورت 22022 بس شو به سرور سند و صد و بذارید بینم این IP هم چی بود، IP address شو این طرف 127 اون طرف 128. خب میگم 128 با یوزر روت هم بس شو بهش. خب انگار 128 نه 128 من آی پی رو اشتباه زدم. خب میگه پسورد تو وارد کن، پسوردم وارد میکنم. خب الان کلید من اون طرف کپی شد. الان من اگه از این به بعد از این سرور بگم به پورت 22022 سرور سند 268128 وصل شو، بدون اینکه من پسورد وارد بکنم میافتم توی سرور دومم. نگاه کنید الان من وارد سرور دومم شدم. حالا من اگه این اسم سرورم رو عوض بکنم، اسمش رو بذارم host name ctls set host name مثلا بگم server 2 که مشخص بشم. الان من برگشتم به لینوکس اولم، حالا اینجا بس میشم به سرور دومم. همونطور که میبینین من به راحتی از طریق certificate based authentication به سرور دومم متصل شدم به این صورت. خب حالا ممکنه که ما دوست داشته باشیم که
هر بار نگیم به پورت 2202 بشه، یا هر بار یوزر رو نگیم، یا هر بار اگه مثلا کلید من کلید متفاوتیه، هر بار یعنی اسمش اسم دیفالتی نیست، هر بار با سویچ داش آی نیام و کلیدم رو بهش معرفی نکنم از کدوم کلید میخوام بسشم. ما میتونیم برای کلاینت SSH یه کانفیگ فایل بسازیم و بهش بگیم برای وصل شدن به سرورهای مختلف چیکار بکنه، با چه یوزری وصله، با چه پورتی وصله، از کدوم کلید استفاده بکنه. برای ساختن اون کانفیگ فایل شما میتونید به فایل کانفیگ SSH آنلاین کانفیگ نگاه بندازین. دقت کنید که برای دیمن SSH ما SSHD آنلاین کانفیگ رو میدیدیم، برای SSH کلاینت به SSH آنلاین کانفیگ منوالش رو میبینیم، یا اگر بخوایم کانفیگ بکنیم فایلش رو باز میکنیم. خب اینجا گفته شده که شما میتونین کانفیگ رو به صورت پر یوزر و گلوبالی کانفیگ کنید. اگر میخواید پر یوزر این کار رو بکنید، کافیه که برید تو هوم اون یوزرتون، تو شاخه .sshش تو فایل کانفیگ رو بسازین و از اونجا کانفیگ رو پر یوزر انجام بدین، یا یعنی اینکه توی شاخه /etc/ssh/config به صورت گلوبالی این کار رو بکنین که اون وقت این کارتون رو همه یوزرها تأثیر میذاره. ولی اینجوری پر یوزر، یعنی رو هوم هر یوزر این کانفیگ رو بزنین، هر یوزری که لاگین بشه اون کانفیگ خودش رو فقط میبینه. و آپشن هایی که اینجا وجود داره که شما میتونید تعریف بکنید که حالا میتونید سر فرصت بهش نگاه بندازین و ببینین که از کدوم آپشناش استفاده بکنین، از کدوم آپشناش نه. خب من الان میخوام برای یوزر روت هم یک کانفیگ فایل درست بکنم که هر موقع زدم SSH سرور 2 به سرور 192.168.1.28 بشه، به پورت 2202 و یوزر روت و آیدنتیتی فایل یا همون کلید پرایویتی که خودم مد نظرم هست. خب من میام این کلید پرایویت هم اسمش رو کپی میکنم، بعدا استفاده میکنم ازش. فایل کانفیگ هم رو درست میکنم، تو خط اول میزنم هست با حرف اول بزرگ، میگم اگه نوشتم سرور 2 شما بس شو به هست نیم /168.1.28 با یوزر روت به پورت 2202 با آیدنتیتی فایل /root/.ssh/id_rsa فایل رو سیو میکنم. الان من اگه از این به بعد بگم SSH سرور 2، من وصل میشم به سرور 2 بدون اینکه نه صحبتی از یوزرم بکنم، نه صحبتی از پورت بکنم، نه صحبتی از کدوم کلید پرایویتی که باید استفاده بشه. خود SSH کلاینت هر بار قبل از اینکه متصل بشه فایل کانفیگ خودش رو میخونه و بر اساس حالا آپشنایی که من اونجا تنظیم کردم تصمیم میگیره که به چه IP، با چه پورت، با چه یوزر و با چه مشخصات دیگه‌ای که من اونجا در موردش ذکر کردم به اون سرور متصل بشه. من یه بار دیگه فایل کانفیگ رو اینجا کت میکنم، همونطور که میبینیم فقط من با کیورد هست اسمی رو که میخوام انتخاب کنم و گذاشتم، هست نیم IP رو گفتم، یوزر یوزرنیمم، پورت چون رپورتم، آیدنتیتی فایل هم فایل پرایویت کی که میخوام ازش از طریق اون وصل بشم به سرورم رو انتخاب میکنم. خب من همینجا بحث رو به پایان میرسونم، ادامه پارت بعدی همین فصل رو توی ویدیو بعدی ضبط می‌کنم.